هیچ کس با هیچ حقی نمیتونه وانشو مسخره کنه. آدم متقلبم جرأت نداره سرم کلا بذاره و در امنیت کامل فرار کنه. تو هم همین اشتباه کردی. بهم بگو کی تو رو فرستاده اینجا؟ ردیما این گلوله منتظر جواب نمیمونه. عاشقتم کبیر، هر کاری برات میکنم. خیلی عاشقتم. جواب بده، بگو کی فرستادتت اینجا. جواب بده ردیما. میتونم برات جون بدم، به خاطر توی که دارم نفس میکشم. کی تو رو فرستادتت اینجا؟ چی شده؟ چی شده ردیما؟ آب بخور، بیا. آدمایی مثل اون نمیتونن همچین غذایی رو هضم کنن. تمومش کن لطفاً. شاید یکی دلش براش تنگ شده. غیر ممکنه. بدون اجازه وانش حتی افکار هم نمیتونن از این خونه برن بیرون. من الان همه تو خونه خوابن، وقتشه که به کبیر زنگ بزنم. الو. سلام ردیما، خدا رو شکر که زنگ زدی. همش نگران بودم برای چی به هم زنگ نمیزنی. حالت خوبه؟ همه چی مرتبه؟ کسی بهت شک نکردی که؟ ردیما کبیر، خیلی ترسیدم، خیلی ترسیدم. اینجا همش میترسم که گیر بیافتم، از عواقبش میترسم، نمیتونم اینجا بمونم. کبیر خواهش میکنم منو بیار از اینجا بیرون، خیلی میترسم. ردیما آروم باش، آروم باش. آروم باش باشه. ببین، بهت قول دادم که نذارم اتفاقی برات بیفته. از اونجا میارمت بیرون باشه، ولی الان فقط یه نفس عمیق بکش لطفاً، به خاطر من. ردیما همین الان باید ماموریت رو لغو کنه. اشتباه کردم، کار خودخواهانه ای بود. اصلا نباید تو رو به خطر مینداختم ردیما. ببخشید کبیر. کبیر نگران نباش، میدونی الان که با تو حرف زدم احساس میکنم دوباره قوی شدم. معذرت میخوام، همه اینا برای من خیلی جدیده، برای همین ضعیف شدم و ترسیدم. ردیما، ولی تو بهم اعتماد کردی. منم ناامیدت نمیکنم، بهت قول میدم زود کارمو تموم کنم و برگردم پیشت. نه 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 نه، نمیتونم بذارم اونجا بمونی، نمیتونم بذارم اینجوری اذیت بشی.
همه چیزو تموم کن، به هیچی کار نداشته باش. کبیر، من شریک زندگی تو هم مگه نه؟ رابطه ها فقط برای مواقع خوشحالی نیست. میدونم دستگیر کردن وانش چقدر برات مهمه. این فقط یه پرونده نیست، عشق و علاقته. بهت قول میدم یه مدرکی علیه وانش پیدا کنم و بیام پیشت. قول میدم. کبیر، یکی داره میاد، باید بریم. ردیما گوش کن. خدای من، یعنی کی میتونه باشه؟ وانش این موقع کجا میره؟ باید بفهمم، شاید مدرکی علیهش پیدا کنم. فکر کنم رفت سمت حیاط پشتی. به نظرم تو فکر میکنی من خیلی ضعیفم. فکر کردی با خیال راحت و بی سر و صدا میای تو زندگیم و من هیچی نمیفهمم؟ مطمئنم میدونی که من از خیانتکارا چقدر متنفرم. با مظلوم نشون دادن خودت داشتی برای خیانت توطئه میچیدی. شکارچی هیچ وقت شکارشو ول نمی کنه. این یه حقیقت محضه. بره توی تاریکی اومده شیر رو ببینه، مثل این میمونه که بخوای خلاف جهت شنا بکنی. وانش با کی اینجوری حرف میزنی؟ اونم این وقت شد. سمی که به من خورونده شد در قالب دارو به هم داده شد. وای خدا، کاش منو ندیده باشه. کی بود؟ کی اونجاست؟
چیزی جا گذاشتم. همه چی مرتبه. فردا صبح قراره روز خیلی خاصی باشه. امروز خیلی سخت بود، ولی حتما به قولی که به کبیر دادم عمل میکنم. باید اینو میدادم به تو، باعث میشه احساس کنی من نزدیکتم. بعدش میتونی خیلی آروم بخوابی. جدی؟ ممنونم. خواهش میکنم. عاشقتم. کبیر برو، الان یکی میبیند. عاشقتم. منم عاشقتم، برو. از این به بعد این بالش توی آقای کبیر. اینجوری دیگه احساس تنهایی نمی کنم. عاشقتم کبیر. حتی امروزم حضورتو توی این بالش حس می کنم. تو بزرگترین نقطه قوت منی. و من کاملا آمادم که با روز بعدی روبرو بشم. تو چرا داد میزنی؟ تو بودی که منو ترسوندی. من ترسوندمت؟ تو منو ترسوندی؟ چه خبرته؟ اگه یکی با چاقو جلوم وایسته که منو بکشه، باید داد بزنم یا واسش آهنگ بخونم؟ بکشم؟ دقیقا چجوری؟ این چاقو اسباب بازیه، ببینش، نگاش کن. چرا این چاقو دستته؟ این مثلا شوخی بود؟ نه، من یه رمان نویس خیلی جدیم. میتونم آدم ها رو مثل کتاب بخونمشون. وقتی دیدمت رازتو فهمیدم. معمولا توی خونه های بزرگ این اتفاق میافته. یه غریبه با هویت قلابی وارد میشه، ولی هدف اصلیش جاسوسیه. تو همون غریبه ای که اومده رازای تاریک این خونه رو برملا کنه، ولی قهرمان من اجازه نمیده فرار کنی، چون تا امروز هیچ کس نتونسته این رازو افشا کنه. حالا میبینی، خودت میبینی. چیتران کجایی؟ بله خواهر. شخصیت اصلی داستان خواهرم. آروم باش، نترس. فقط دور شوخی میکرد، ولی اگه بقیه بهم شک کنن چی؟ همه یادشون بود که امروز بزرگ داشته گانشه. هیچ کس امروز نباید از خونه بره بیرون. ایشانی بیا کمک کن برای ستایش گانش آماده بشیم. مامانی باید برم پیش دوستم، قبل از روره مراسم برمیگردم. پس کی قراره کمک کنه صدقه ها رو آماده کنم؟
من باید برم مهمونی بچه گربه ها. میخوام لباس عروسک بچه بپوشم. چیتران کجا بودی؟ همه داشتن دنبالت میگشتن. میدونی که قراره تو خونه مراسم ستایش بگیریم. لطفاً کمکش کن. مامان چیتران کمکت میکنه. سب کن. وسایل گانشو از بازار میخریم. اگه تو چراغ بمب باشه چی؟ اون وقت بوم منفجر میشه. ولش کن. همه کارا رو خودم انجام میدم. برادرت همیشه واقعاً چرت و پرت میگه. چرت و پرت نمیگه، منطقی حرف میزنه. یه روز با همین ذهن کارگاهیش وانشو نجات میده. آقای وانش گفتن همین الان همه بیاین داخل. وانش همه رو با هم دیگه صدا زد. یعنی راز کسی لو رفته؟ چرا وانش گفته منم با بقیه بیام اینجا؟ فکر کنم موضوع جدی باشه. ولی داستان چی؟ وانش حتی گفته زن داداشان و پریان بیاد. چه اتفاقی افتاده؟ خودش کجاست؟ ما توی این خونه چند تا قانون داریم که همه تون اون قوانین رو به خوبی بلدین و اطاعت میکنین. اما بازم بعضی قانون شکنی میکنن. دیشب یه نفر میخواست وارد منطقه ممنوعه یه خونه بشه. کی قوانین خونه رو زیر پا گذاشته؟ بگین ببینم کی رفته بوده حیات پشتی؟ بی خیال داداش، همه اعضای خانواده به قوانین احترام میذارن. به جای ما باید از اونی سوال بپرسی که تازه اومده. دیشب کجا بودی؟ من تو اتاق خودم بودم. باشه، میتونی بری. باشه، ممنونم. اگه تمام دیشب تو اتاقت بودی چرا صندلات گلی شدن؟ آقای رایسینگانیا، برای ما عادیه که صندلامون گلی باشن. شاید برای آدمای پولداری مثل شما عادی نباشه. واقعا؟ این گل عادی نیست.
فقط تو حیات پشتیگه امارت از این گل داری. حالا بهتره که راستشو به هم بگی. دیشب کجا بودی؟ کی اونجاست؟ جواب بده. رفتی حیات پشتی؟ ما که همه ی قوانینو بهت گفته بودیم. چطور جرأت کردی تو همون روز اول قانون شکنی کنی؟ کارکنای این خونه و اعضای خانواده همه ی قوانینو بلدن و میدونن اونجا فقط مخصوص به وانشه. مطمئنم کار همین دختره. ولی چرا رفته اونجا؟ اونجا دنبال گنج میگشتی؟ خودت میدونی که من از دروغ متنفرم. پس اگه میخوای حرف بزنی به نفته که راستشو به هم بگی. حالا که وانش فهمیده من دیشب رفتم حیات پشتی، دیگه باید راستشو بهش بگم، وگرنه بیشتر به هم مشکوک میشه. دیشب رفتم اونجا چون... چرا؟ خب بگو، جواب بده. چرا؟ اومده بود منو ببینه. چرا همتون تعجب کردین؟ اومده بود منو ببینه. ولی خب راهشو گم کرد و رفت حیات پشتی. اون راست میگه؟ نه دروغ میگه. نه؟ از خودت راستشو به هم بگو. سکوتت یعنی اون داره راستشو میگه. تو همون کشتی باید میفهمیدم که یه چیزی بین شما دوتا. ولش کن. صورتشو ببین، خیلی ظاهر مظلومی داره، ولی معلومه یا هم پرستی از طبقه متوسط. ایشانی میشه تمومش کنی؟ مگه چه ایرادی داره؟ هر کی ممکنه از هر کسی خوشش بیاد. منم توی کشتی فهمیدم هیچ چیزی بین آریان و ردیما وجود نداره. ردیما چرا ساکتی؟ ردیما نباید بترسی، راستشو بهمون بگو. جواب بده ردیما. تهدیدش نکن. ردیما دختر ساده ایه، اصلا تقصیر اون نیست. راستش هیچ کس نمیتونه در برابر شخصیت من مقاومت کنه، درسته؟ و حق با توه. توی کشتی هممون کاری کردیم که باید میکردی. معذرت میخوام. میدونم میخواستی مسائل کاری و شخصی و قاطی نکنی، ولی الان دیگه باید بهشون بگی. نمیتونم بذارم اینجوری باهات رفتار کنن. هرچی نباشه من و تو.
دیگه هیچ وقت دستت به من نخوره. جالبه، خیلی جالبه. خب ردیما، پس تو واریان هیچ رابطه ای نداری؟ چطوری میتونی فکر کنی که من اینقدر پستم؟ فقط چون یه یتیم بودم؟ من مثل شما پول داره نیستم، ولی شرفم کل داراییمه. اصلا تحمل نمی کنم کسی بخواد عزت نفسم رو از بین ببره، حتی اگر اون آدم رئیسم باشه. من یه دختر از طبقه متوسطم، ولی معیارم و ارزشام تعیین میکنن نه شرایط اقتصادی. من اینجا کار میکنم و بابتش حقوق میگیرم، ولی معنیش این نیست که شما منو خریدین. میخوام یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من فقط برای مدیریت مهمونی سوار کشتی شدم. تو بودی که منو به زور آوردی اینجا. میخوای راستش رو بدونی؟ آره، من دیشب رفتم اونجا. میدونم. با گل قرمزی که روی صندلت بود همه چیز لو رفت. اما چیزی که الان میخوام بدونم اینه که به چه دلیل رفته بودی اونجا؟ کبیر گفت که وانش میتونه ترس و بو بکشه، باید آروم و خون سرد باشم و عادی رفتار کنم. آقای رایسینگانیا، من توی اتاق کوچیک زندگی میکردم، ولی خونتون بزرگه. کنجکاو شدم که کل خونه رو ببینم، ولی نرفتم که دزدی کنم. اصلا فکر نکنم کسی بخواد که برای دزدی بره توی باغچه. اینجا برام جدیده، خوابم نمی برد. دیدم که در بازه، برای همین رفتم بیرون. کار اشتباهی کردم. پس چرا یواشکی فرار کردی؟ چون صداتون رو شنیدم، ترسیدم که شاید بهم شلیک کنی. جالبه، خیلی جالبه. ردیما، با بد آدمی در افتادی. مطمئن باش روز انتقام این سیلی که زدی و ازت میگیرم. این دختر چطور جرأت میکنه رو پسرم دست بلند کنه؟ هیچ کسم هیچی بهش نگفت. تو اونجا نبودی؟ همینجوری ساکت وایستدی؟ پسر تو همینقدر دوست داری؟ نمیتونه حتی یک کلمه جلوی وان حرف بزنه. مراقب حرف زدنت باش آریان. فقط بلدی سر من داد بزنی. به خاطر تو وانش فکر میکنه من به درد نخورم. تا حالا نفهمیدی که تو این خونه ارزش ما سه تا از خدمه بیشتر نیست؟ همش به لطف بزدلی های توه. اگه حتی یه ذره جرأت از خودت نشون میدادی و بعد از مرگ پدر وانش مسئولیت تجارتو به عهده میگرفتی، امروز من جلوی وانش تو این خونه رئیس بودم.
انگار یادت رفته که من باباتم. من این همه سال به وانش وفادار موندم تا وقتی فرصت پیدا کردم اونو کنار بزنم. یه روزی کل تجارتو، کل این خونه رو ازش میگیرم. ولی وانش خیلی زرنگ تر از چیزیه که نشون میده. اصلا نمیشه کاراشو پیش بینی کرد، میفهمی؟ برای همین بهت هشدار میدم که خشمتو کنترل کنی. حتی فکرشم نکن که نقشه هامو خراب کنی، چون من هر کاری که لازم باشه انجام میدم. هر کاری. فهمیدی چی گفتم پسر؟ گرفتی؟ یاد بگیر هوشمندانه بازی کنی. بهترین حرکت اونیه که تو رو برنده کنه. برای همین بهت توصیه میکنم از روی عصبانیت کارای احمقانه انجام ندی. الان وقتش نیست. فقط بشین و تماشا کن. وقتش که برسه هیچ کس نمیتونه وانچو از دستمون نجات بده. خدمتکار و مستخدم زیاد داریم. خانوادمون بزرگه، ولی هیچ کس توی مراسم به هم کمک نمی کنه. تمام چیزی که می خواستیم نارگیل بود. نارگیل؟ نارگیلا رو می ذاریم بالای کوزه، مگه نه مامانی؟ راستی برای کدوم مراسم آماده می شین؟ ستایش گانش. اعضای خانواده همه سرشون شلوغه، اصلا وقت ندارن که به هم کمک کنن برای مراسم آماده بشم. همین که بخوان توی مراسمم باشن براشون انگار خیلی سخته. اگه به هم اجازه بدین میتونم تو درست کردن لیست کمک کنم. وای خدایا، نیکی و پرسش. بدینش من. مامان تو هم خیلی مذهبی بود؟ توی یتیم خونه هر هفته مراسم ستایش گانش رو برگزار میکردیم. برای همین دیگه برام عادت شده. به همون یاد دادن حالا که مامان بابامون نیستن و رفتم بهش، گانش از این به بعد مراقب بمونه. دختر خیلی خوشقلبی هستی، ولی وانش تو این دنیا خیلی درد کشیده، برای همین عادت داره که به همه شک کنه. چجوری میشه که بهش ثابت کنیم تو آدم اشتباهی نیستی؟ فقط باید رو کار تمرکز کنی و حواست باشه که تو کارای وانش سرک نکشی. ولی امروز تونستی وقارتو حفظ کنی ردیما. جلوی مرده قدرتمندی مثل وانشی استادی. به نظرم تمام دخترها باید اینطوری باشن، چون هیچی از شرف مهمتر نیست. مامانی بذارید کمکتون کنم. راستی این مراسمون برای کی برگزار میکنی؟ برای طولانی شدن عمر وانش. با اینکه خودش اصلاً به این چیزا اعتقاد نداره، ولی من خیلی نگرانشم و به خاطرش هر کاری میکنم. خیلی عجیبه. اومدم اینجا بفرستمش زندان، ولی الان دارم کمک میکنم برای طولانی شدن عمرش مراسم بگیرن. ولی حتی این مراسمم نمیتونه آدمی مثل تو رو نجات بده. خود گانش تو رو مجازات میکنه. وانش از خونه رفته بیرون. من الان توی سالن مطالعه‌شم. زود بگو دنبال چی هستی. تو اتاقش باید یه مدرک محکم و معتبر پیدا کنی که ثابت کنه وانش با دنیای زیرزمینی در ارتباطه تا بتونی بفرستیمش زندان. اینجا چی کار میکنی؟
صبر کن. چیزی خوردی؟ میوه یا آب میوه؟ داداش تو خیلی مراقب منی. جلوی بقیه دنیا تصویر خیلی بدی داره، ولی جلوی خانوادش فرق داره. دیگه بی احساس نیست. شروع کنیم. الان فرصت دارم یه مدرکی علیه وانش پیدا کنم. سیا تو همینجوری حرکات کشوشی رو برو، زود برمیگردم. باشه. همینجوری ادامه بده. باید قبل از اینکه برگردی یه مدرکی پیدا کنم. سلام کبیر، وانش از خونه رفته بیرون. من توی سالن مطالعه‌شم. زود بگو باید دنبال چی بگردم. تو اتاقش باید یه مدرک محکم و معتبر پیدا کنی که ثابت کنه وانش با دنیای زیرزمینی در ارتباطه تا بتونی بفرستیمش زندان. کبیر من اصلا هیچی نمیفهمم. از وقتی که اومدم اینجا همش دنبال مدرکم، ولی اینجا مثل قلعه است. مهم نیست ردیما، فقط آروم باش. ردیما باید دنبال چیزی بگردی که وانش تراکنش های مالیشو توش نگهداری میکنه. مثلا دفتر ثبت، کتاب، اسناد بانکی یا حتی لپتاپش. هر چیزی که سوابق تراکنشاشو داشته باشه، اطلاعات مشتری ها، پرداخت ها، ارساله یا هر چیز دیگه، هر چی که غیرقانونی. باشه باشه، یه لحظه صبر کن. وایسا. چی شده رئیس؟ لپتاپم تو خونه مونده. میرم میارمش. نه، تو صندوقه. خودم میارمش. باشه. اینجا هیچی نیست. فکر کنم بهتره لپتاپش رو چک کنم. اینجا چی کار میکنی؟ عشق نفوذی. तेरे सिवा मांगता